piece of shit that I'm disgusted with. I thought you were a good guy. I'm a piece of shit you're disgusted with. درود به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمدم، خوش اومدین به ای فلکس فیتنس. تا المپیا فقط 26 روز دیگه فاصله داریم و اگه میخوای از اخبار اتفاقات بروز و لایو 48 ساعته ما رو از دست ندی، حتما ای فلکس فیتنس رو سابسکرایب کن. ویدیوی امروز رو با حمایت غیرتی میلوس از شاگرداش میخوایم شروع کنیم. توی ویدیوی دو روز پیش بهتون گفتم که میلوس سارچف توی پادکست دمینس یه حرفایی در مورد یه یوتیوبری زد که مدارک بهروز رو براش فرستاده تا بهش کمک کنه، ولی سر تایتل ویدیویی که میخواستن منتشر کنن میلوس بدجوری عصبانی شده، حسابی هم طرفو ترکونده. حالا دوباره در مورد همین داستان توی پادکست جی کاتلر اومد صحبت کرد و خیلی بهترم توضیح داد. اول مثل اینکه یه یوتیوبر خبر اشتباه در مورد ویزای بهروز منتشر کرده، بعدش میلوس سارچف بهش گفته که چرا این کارو کردی، حتما باید با من صحبت میکردی و اجازه میگرفتی، خبرت اشتباهه. فکر کنم یوتیوبر اول یان بادی بیلدینگ باشه، اسم کانالش هم بچه ها دقیقا همینه. بعدش یه یوتیوبر دیگه به اسم، اگه اسمشو اشتباه نگم، خاویر ویلز به میلوس سارچف پیام میده میخوام در مورد ویزای بهروزی ویدیو بسازم. میلوس هم با اینکه حدود ساعتهای 12 شب بوده جوابشو داده و مدارک زیادی از آرنولد کلاسیک امریکا گرفته تا نامه های دن سالمون و لیگ حرفه‌ای رو واسش فرستاده. میلوس میگه که من اینا رو فقط به خاطر این بهش دادم که مردم رو آگاه کنه، چون پیام تبریک بابت گرفتن ویزای بهروز تابانی خیلی زیاد دریافت کردم، حتی خود جی هم بهش پیام تبریک داده بوده. حالا خاویر اون یوتیوبر چیکار کرده؟ اومده بهش گفته که میخوام تیتر ویدیو رو، عنوان ویدیو رو بنویسم که رونمایی مدارک ویژه از مربی بهروز تابانی. میلوس هم گفته باید بنویسی آپدیت جدید از ویزای بهروز، ولی خاویر گفته اینجوری نمیشه ویو گرفت. همین جمله نصف شبی کلن میلوس رو به هم میریزه، یه بحث حسابی باش میکنه. بعدش توی دوتا پادکست مختلف هم همونطور که من براتون گذاشتم، پادکست دمینس و پادکست جی کاتلر، در موردش صحبت کرده که به اسم کمک به بهروز میخوان پول در بیارن و بازدید بگیرن. حالا خاویر هم که اسم کانالش دکستاپ بادی بیلدینگ، چند ساعت پیش اومد فیلم تماس تصویری خودش و میلوس رو که حسابی عصبانیه رو منتشر کرد، براتون ترجمهش کردم، بریم که با هم دیگه ببینیمش. What's that? What's that? You would sell yourself for clickbaits. Reveal! Let me get you the documents. Let me get the clickbaits. I thought you want to help Beirut. I do want to help Beirut. And you say I'm rude? Absolutely. That, yeah, well, that text, yeah. Because I was trying to help Beirut and you started accusing me. You're not trying to help. You're trying to help your fucking channel. Milos, I said to you, I'm trying to help. I came to you, which is what you wanted people to do. No, I didn't want to. You approached me. I answered to you. Like I did many times, I'm trying to help everybody, including you. So I want you to do the right thing. Yeah, I'm try. So you're upset that you're trying to do the right thing? Yeah. Go ahead. Like I said, you're a piece of shit that I'm disgusted with. I thought you were a good guy. I'm a piece of shit you're disgusted with. You're a piece of shit. So hear this from me. I don't know if many people can tell you this to your face. I am telling you, I woke up here at 12 o'clock to help you. Help Beirut. All you want to do is clickbait. Reveal. Please get what I'm going to reveal to you, something that I got from Milos, his coach. Milos, I'm giving you information. IMDb, Tyler Mannion, Jake Woods, f***ing Don Solomon, Olympia, yeah. Everybody's there to help. You could make very classy video about it that everybody would love. Milos, I was trying to check with you with the title. I said, I'll do something like that. And then you got very upset with me. And when I'm upset and I'm telling you, and then you're telling me I'm rude. Milos, you... Read this again. Read this again and think about deeply. And then ask yourself right questions. Milos, is this some sort of a threat or what? What kind of threat? How can I threaten you from here? What can I do? I'm telling you just for you to hear from somebody that never lies and tell people to their face. You're a piece of shit for everything that you wrote here. I'm a,
Okay, so well, should I post that up and say that I've been told that I'm a Go piece of. ahead. If you're a piece of shit, do that. You contacted me. Yes, I I was. am giving you nice level of information that you can use nicely, politely. Milos, I'm not gonna Praise IMDb, post it. praise Tyler, praise everybody. That's what I'm going to do, and that's what I was planning to do, but. Revealed. So I told you immediately that word is a clickbait. Milos, the podcast No, you do that's with. boring Milos, let me nonsense. speak, let me speak. You were just. Fuck off. Fuck off, man. Milos, Yeah, literally. fuck off. Wow. همونطور که دیدین میلوس رسما طرف و ترکون هنوز هیچی منتشر نکرده بوده. تازه داشتن با هم در مورد عنوان ویدیو صحبت میکردن ولی میلوس خیلی عصبانی شده از اینکه همه به جای اینکه به هم کمک کنن به فکر پول درآوردن از اسم هر ورزشکار به هر قیمتی هن. به نظر میلوس حق داشته ولی نباید انقدر تند برخورد میکرد. چون خاویر هنوز هیچی منتشر نکرده بوده. توی پادکست کاسلرکست هم یه جمله قشنگ میگه میلوس. میگه که این برای من خط قرمزه، ما اینجاییم تا به بهروز کمک کنیم نه یه سری یوتیوبر که درآمدشون بیشتر بشه. در هر صورت این کل ماجرا بود. بازم 100% میلوس توی پادکستاش در مورد اینم صحبت میکنه که چرا خاویر از تماس تصویریشون اصلا اومده ویدیو گرفته. اینجا من باید بگم که طرف واقعا زرنگ بوده. حالا اگه ماجرا ادامه پیدا کرد حتما شما را مطلع میکنم. به نظرت کار میلوس سارچف درست بوده یا نه؟ توی کامنت ها برام بنویس. نظر شخصی خودم که نباید انقدر تند برخورد میکرد ولی در هر صورت میلوس دیگه. توی بحث 2 ماه پیشش با پاتریک تور هم آخرش پاتریک تور مجبور شد که کنار بکشه. البته اونجا حق 70-30 با میلوس بود چون هنوز برنامه هایی که به پاتریک داده بود و داشتش. داستان اونم خلاصه خواسته باشم بهتون بگم اینجوریه که پاتریک تور گفته بود من هیچ وقت از تو برنامه نگرفتم ولی مثل اینکه میلوس از سال 2000 تا فکر کنم قبلترش به هر کس برنامه داده هنوز همه اطلاعاتشو کامل داره. بالاخره پاتریک تور هم مربی مطرحیه، نمیخواسته که به این راحتی ها بره زیر سوال. خیلی خوب بریم سراغ بهروز تابانی، آپدیت ها و ویدیوهای جدیدش. ویدیو اول از اسکوات 200 کیلوگرمی تمرکزی بهروزه. خیلی راحت با دامنه کامل و کاملا کنترل شده 7 تکرار میزنه. اینم یادتون نره که هنوز بهروز مشکل زانوشو داره. در مورد ویزاش هم متاسفانه هنوز خبری نشده، زمان داره خیلی زود میگذره و اینم آخرین ورژن بدنی بهروزه. خیلی پوستش شفاف و تر و تمیزه. کاملا هم رژیمش رو 100% با اینکه مشخص نیست چی بشه داره ادامه میده. حیف این بدنه که به المپیا نرسه. فکر کنید چیزی که 3 سال حقته باید بهش برسی، یعنی بهش رسیدی ولی به خاطر مسائلی که هیچ ربطی به تو نداره و تو کوچکترین نقشی تو نداری نمیدن بهت. بذارید یکم براتون واضح ترش کنم. تا الان دعوتنامه های آرنولد کلاسیک امریکا، نامه شخصی دن سالمون، نامه های خود IFBB پرولیگ، همه اینا برای گرفتن ویزای بهروز کمک شده و برای سفارت امریکا فرستادن، ولی چون همه اینا تشکیلات شخصیه و دولتی نیستش سفارت امریکا اهمیتی نمیده. بازم هنوز همه چیز مشخص نیست، باید فقط منتظر باشیم. خیلی خوب رفقا، ویدیو رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید تا از اتفاقات بروز جا نمونید. بریم که ادامه اخبار رو با هم دیگه داشته باشیم. جدیدترین آپدیت بریت ویلکن در فاصله 2 هفته تا استیج. بریت امسال قید گرفتن جواز المپیا رو کلا زده، تمام برنامه‌ریزیش برای سال بعده. میخواد اولین نفری باشه که جواز المپیا 2025 رو میگیره. اگرم اشتباه نکنم دقیقاً یه بار سال 2023 عین همین کارو انجام داد. اولین نفری بود که جواز المپیا رو گرفتش. همون اول جوازو میگیره، خیالش راحت میشه، بعد کل سال خودشو برای المپیا برنامه‌ریزی میکنه. تو این آپدیت هم که مشخص سازش بهتر شده، باید منتظر باشیم ببینیم که با چه ورژنی میاد روی استیج. با اینکه پارسال جوازو گرفته بود ولی توی المپیا شرکت نکرد. حالا امسال هم یعنی سال 2024 هم که کلا مسابقه نداده، همه ی تمرکزش برای سال بعد. احتمالاً تا 2 هفته دیگه هم که قرار مسابقهشو بده بهترین پکیج عمرشو بیاره روی استیج. قبل از اینکه بریم سراغ خبر بعدی بگم که رسما به طور رسمی بیگرامی از المپیا امسال انصراف داد. خب چیزی بودش که از قبل مشخص بود، در موردش چند بار صحبت کرده بودم دیگه، کلا بعیده که اصلا به نظرم بیگرامی رو روی استیج ببینیم. دیروز که آپدیت راموندینو منتشر شد، حدود 24 ساعت بعدش وسلی ویسرز هم دقیقاً مثل راموندینو اومد از جفت بازی از پشتش رونمایی کرد.
بکش واقعا خوبه، عریض‌تر از رومان دینو دیده میشه و چگالش هم خوبه، ولی اومده افکت انداخته که نمیتونیم 100% در موردش صحبت کنیم و نظر بدیم. نکته ای که عضلات پشتش داره اینه که حسابی متقارنه. توی لت از پشت هم تفاوتش با رومان دینو اینه که لتای رومان بلندتر و از پایینتر شروع شده که بیشتر این موضوع ژنتیکیه. انتخاب شما بین لت از پشت رومان دینو و وسلی ویسرز کدومه؟ توی کامنت ها برام بنویس. دیروزم یه ویدیو از وسلی منتشر شد که یه کری حسابی برای کریس خوندش. اومد گفتش که برای المپیای امسال خیلی مطمئن و هیجان زدم و میخوام کاری کنم که سیبام بزرگترین بتلی که توی زندگیش داشته رو تجربه کنه. کلن وسلی تا قبل از این کری زیاد خونده، باید ببینیم که روی استیج با چه ورژنی میاد، اینه که مهمه. دیروزم خوزه مانوئلم اومد یه آپدیت از جفت بازی از پشتش مثل بقیه منتشر کرد، با این تفاوت که پایین تنش هم کامل مشخصه. میتونم بگم بهترین فیگورای خوزه فیگورای پشته، مخصوصا جفت بازی از پشت. درسته عریض نیستش، ولی جزئیات و چگاریش خیلی خوبه، کات باسنش عالیه، همسترینگش تیک پاره است و دیتیل خوبی هم توی بالاتنش داره. این پسر حسابی امسال خطرناکه. به جزئیات همسترینگش نگاه کنید، واقعا میتونم بگم توی کلاسیک اولمپیا جز معدود کساییه که اینقدر جزئیات توی همسترینگش داره. به نظرتون توی این لاین اپ فوق فشرده کلاسیک امسال خوزه مانوئل با 22 سال سن میتونه به 6 نفره برتر برسه؟ نظرتو توی کامنت ها برام بنویس. خیلی خوب، این بود از اخبار و اتفاقات امروز. اگر از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و یک کامنت قلبم برام بذار. دم همتونم گرم.